بسم الله الرحمن الرحيم مع سلينة نهايات عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدوار الصوم أمش موجور وسات من بوشين بسلسلة دروس مزمون جرافيك انجنيري سمستر دوم إن شاء الله امروز دومين جلسة يوم مبحث خدا آغاز میکنیم امیدوار استم تا آخر جلسه ما را همراهی نمایید. دومین مبحث یا جلسه ما شما پیرامون مبحث خط کره است. ای که دوستا یک کره به کدام شیوه زمانی که قطع میشه به شیوه های مختلف مقیزی به کدام شکل ترسیم میشه، کدام قواعد به خاطر ترسیم مقیزی در نظر گرفته میشه، در این جلسه ما روی از این مبحث می داشته باشیم. البته باید داشته باشیم که در آغاز جلسه سطوح ما شما دریافت نقاط روی سطوح اجسام مختلف خواندیم. پس اگر شما به درستی موضوع دریافت نقاط روی سطح کروی را فرا گرفته باشین، بر شما خیلی آسان میشه تا موضوع ترسیم مقطع کره را هم بتانین ایرا شما خوبتر درک کنین و خوبتر مقاطع را رسم کرده بتانین. پس در قدم نخست یک پروگراف داریم ما شما در اینجا میگه Never say mean words out of anger. Your anger will pass but your mean words can scare a person for life. So use kind words or be silent. در قسمت استعمال کلمات دوستا همیشه کوشش کنین تا الفاظ زشت و ناخوشایند به دوستایتان استعمال نکنین زمانی که قهر می باشین شما، چون قهر شما تمام خواهد شد. اما الفاظ کلمات زشت را که شما استعمال کردین او مدت یک عمر افراد همیشه متاثر می سازه از کلماتتان و در مورد شما یک نظر منفی می داشته باشه. پس امیر قمه که میگن زخم شمشیر جور میشه اما زخم زبان جور نمیشه، پس به او خاطر بسیار باید دقیق باشین تا الفاظ خوب استعمال کنین، همان طوری که الله متعال به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة. در رای پروردگار وقت که مردم وعظ و نصیحت میکنی باید به طریقه شیوه درست و الفاظ نیک و خوب مردم فرا بخونی. پس رای حکمت الفاظ خوب این است که شما دوستای زیاد میداشته باشین و یک ایمیج یا تصویر مثبت افراد در قبال شما میداشته باشن و همیشه الفاظ خوبتر استعمال کنین زمانی که قهر می باشین. اگر شما الفاظ خوبتر استعمال کرده نمیتونین، پس خاموشی را اختیار کنین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از یک قبر عبور میکرد، یک خانم بسیار به صدای بلند گریه میکرد و گریه و ناله داشت و ناطاقتی میکرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش گفت که چی گپ شده یا چی حال است که اتقالت داری؟ و برش گفت که اتق الله و اصبر، از خداوند بترس و صبر اختیار کن. اما خانم بسیار به نزاکتی به پیغمبر خدا روی خدا دار میتا و میگه که این مصیبت سر تو نامده که از دل ما بیایی. پیغمبر خدا چیز نمیگه و برای خود ادامه میتا تا که به خانه میرسه. یک صحابه به خانم میگه که در مقابل او فرد تو مشناختی، او بهترین عالم بود، الفاظ خوب در مقابلش استعمال نکردی. خانم پشت خانه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سرعت خدا میرسانه و به پیغمبر میگه که مرا ببخش به خاطر که من تو رو نشناختم، اما بهترین عالم. برش میگه که صبر در شروع مصیبت خوبتر است، باید صبر میکردی و یک هم الفاظ استفاده نمیکردی. خب دوستا به ما شما داده شده به ترتیب کره برش یا قطع شده، یک برش به ترتیب عمودی، یک افقی و یک مایل به ترتیب قطع شده و یک مرتسم افقیش هست. از مجلس مطلب داده سه دیده قطع شوی مقتبه افقی که هم رسمو و پر جانبی که بای هم رسمو ده کمکی نقاط پوسته بوده. نلمره
مش هغه اساسي او مهم نقطه سي د مخته د رسمول لپاره ضرور دي هغه نه کو یا نقطه خپل د تشکیل ورکونکو پر مخته دوا دوا او درې دوا یو نقطه زموږ او تاسو خواته ده او یو نقطه د دې تر شا ده چې دا کوروي سطح ده بس دواړو اړخو ته نقطه لري بل تاسې دلته سلور دوا او پنځه دوا دوا نقطه دلته پرتې دي یو نقطه زموږ خواته ده یو نقطه شا خواته ده او شپږ دوا بل تشکیل ورکونکو پر مخ نقطه ده یعنی د دې مقطع د رسمول لپاره دغه نقطه پر مجموع کې ضرور دي ترڅو موږ مقطع پر افقي او جانبي کې رسم کړو خاطر دریافت مقطع یا ترسیم مقطع در مرتسم افقي او جانبي به ای تعداد نقاط ما نیاز داریم خب در مرحله اول ما شما نقطه یک دو با اندکس دو که در منکر موجودیت نقطه در مرتسم مقابل است پس زمانی که نقطه در روی تشکیل دهنده میه مستقیما سر محور مایله پایین میکنیم و نقطه یک یک میشه بریم به نقطه دو دو و سه دو ایره چطور انتقال میتیم در مرتسم افقی به دوستا چون یک کره اگر ما شما هر قسمت شد برش کنیم از دوایر مختلف الشعاع تشکیل شده پس ما میخواییم که در اینی سطح نقطه دو دو و به می ترتیب سه دو چار دو و پنج دو را که همش در یک مستوی قاطع کمکی شامل میشه میره پیدا کنیم پس یک مستوی قاطع کمکی را عبور میتیم نقطه دو، سه، چهار و پنج تر برمیگیره خب زمانی که عبور دادیم از اینمی خود محور تا محیط این فاصله را ما شوا میگیریم بسیار نزدیک البته دوستا سر محیط نمیایه بسیار نزدیک چون اگر ما شما پایین تر اینجا بیایم دیگه به محور افقی از این نزدیک میشیم و مکمل شوای کامل میشه اما این یک کم پایین تر است از این مستقیما در سر محیط نمیایه نقطه سه دو و دو دو یعنی اگر ما شما دقیق تر مقطع رسم کنیم در این قسمت و در این قسمت این نقاط میه چون دایره ما شما از امی دو نقطه عبور میکنن پس نقطه سه دو و دو دو به ترتیب زمانی که مستوی قاطع رو عبور دادیم این شعار گرفته ایره مرکز میگیریم یک دایره ما شما اینه به ترتیب رسم میکنیم یک دایره را زمانی که ما شما ترسیم کردیم از این محدوده عبور میکنه و بعد یک عمود ما پایین میکنیم زمانی که یک عمود یا خط ارتباطی را ما پایین کردیم خود دایره کمکی را که ما شما رسم کردیم بسیار نزدیک به دایره کامل یا دایره اساسی آمده یا خود دایره عمومی تشکیل دهنده پس از این یک عمود پایین میکنیم تا او را قطع کنه نقطه دو دو طرف مسی طرف نشانی میکنم و سه دو این طرف نشانی میکنم بمی ترتیب نقطه 4 2 5 دو باز هم در سر نمی دایره که ما یک دایره کمکی که با نمو شعا قبلا ما شما گفتیم تقریبا در اینی محدوده تمام دایره رسم نمی کنیم پس بازم یک عمود پایین می کنیم نقطه 5 و 4 دو نقطه 4 دو مرئیس طرف ما 5 دو در عقب نامرئیس به می ترتیب دوستان نقطه 6 در روی محیط قرار دارن پس زمانی که ای در روی محیط یا در روی تشکیل دهنده باشه مستقیما سر محور ما شما رو پایین می کنیم پس از 6 نقطه را ما از مرتسم افقی انتقال دادیم در مرتسم مقابل در مرتسم افقی ما شما رو انتقال دادیم مرحله بعدی ما وصل میکنیم این نقاط با هم نقطه یک این طرف به نقطه دو در عقب به نقطه سه وصل است پس به ترتیب ما شما به نقطه یک هم به دو هم به سه وصل میشه چون از بالا اگه دیده شوه این به شکل هر سه نقطه یک نقطه در بالاست دو نقطه این طرف و طرف هست در یک خط مستقیم مفتن بعد نقطه 4 با 5 روی یک خط مستقیم وصل است به ترتیب نقطه 4 که مرئیس با 2 که مرئیس به طرف ما ایده تا وصل میشه و نقطه 5 که نامرئیس داخل قوس با 6 چون یاد یا در عقب قرار داره اینا با هم وصل میشه و در اینجا در نمای مقابل میبینیم که هم نقطه 5 طرف عقب قرار داره و هم نقطه 4 که طرف ما قرار داره اردوی از اینا به نقطه 6 وصل است
بس هم پنځمه نقطه وصلو او هم څلورمه نقطه د شپږمې نقطې سره وصلو افقي مرتسم کې مش مقترس وکړه او نقطې مو انتقال کړلې اوس جانبي مقترس مو خاطر در یافت مرتسم جانبی یا مقطعی که در جانبی باید ترسیم شود ما نیاز به وای هر نقطه و زید هر نقطه داریم پس از اینجا به زاویه 45 درجه ما تمام نقاط انتقال میتیم به روی محور وای اولا عمود سر محور وای بعدا به زاویه 45 درجه اینجا سر عمود به روی محور وای بعدا یک ارتفاع میتیم مثلا نقطه 6 اینجا ارتفاع دادیم تا کدام قسمت تا این نقطه را که زید شودیم تقاطع از اینا نقطه 6 سیره میتر مستوی جانبی با اندکس های 3 نقاط قرار میگیره و می ترتیب نقطه ما 3-1 و می ترتیب نقطه 5 دوره ما در اینجا داریم نقطه 2 و نقطه 4 در اینجا داریم پس اگر ما شما نقطه 2 را که در اینجا داریم این میشه نقطه 2-3 و نقطه 3 را که اینجا انتقال دادیم این میشه نقطه 3-3 و نقطه 5-2 در اینجا میشه 5-3 و نقطه 4-2 میشه 4-3 یعنی شما دوستای نمی تفاوت میبینین که با کدام اندازه این دایره ای که در اینجا رسم میشه دایره ای که از اثر شعاع این محور با محیط رسم میشه چقدر نزدیک است با تشکیل دهنده به او خاطر در اینجا بسیار نزدیک بود و مختره به این ترتیب ما شما رسم میکنیم خب اگر ما خواسته باشم تا سی بودی از ایره ترسیم کنم تا یک سکیچ میکنیم سی بودی از ایره تا خوبتر تفکیک شوه و ایره شما بتانین تحلیل کرده بتانین پس به این منظور من میایم یک سی بودی از ایره ما در اینجا به شکل سکیچ با دست آزاد ایره ما رسم میکنم خب بخاطر سکیچ از این ما شما باید در مقابل به این ترتیب یک مقطع داشته باشیم در افقی به این ترتیب و هم در جانبی پس می کار ما شما میکنیم میایم در مرتسم به این ترتیب دوستا ما و شما مقطع را حالی ترسیم میکنیم میبینیم که به این شکل نمای مقابل هستی در نمای مقابل ما فقط اینمی خطوط را میبینیم که در اینجا داریم در نمای جانبی این میشه نمای سایت ویو و این هم میشه تاپ ویو خب ما باید مقطع را خط کشی کنم مقطع قطع شده را به زاویه 45 درجه دوستا به این ترتیب جایی که با مستوی قاطع کمکی در تماس بودم و خطکشی میشه به زاویه 45 درجه به این شکل البته فاصله را مراعات میکنین بین خطوط و خطوط را هم باریک رسم میکنیم به شکل این کدام قسمت از دوستا این قسمت سی
این قسمت اینجا در جانبی ما شما میبینیم دیگه دوستا در رابطه با میایم در جانبی شده 5 درجه چون این سطح دیگه است ایره به این ترتیب 45 درجه انرژیش به یک سمت خط کشی نمی کنیم این عزیزا به این ترتیب ما شما مرتسم مقابل و مرتسم در مرتسم جانبی کدام قسمتی که مخطط می شد به این شکل ما در جانبی اتک ساختمان رو میبینیم میاییم دوستا در افقی در افقی ما شما کدام ساختمان یا کدام شکل میبینیم او رو میاییم مخطط میکنیم یا او رو ما نشانی میکنیم در افقی کدام ساختمان یا کدام شکل دیده میشه البته دوستا بیاد داشته باشین که این سطح مایلی که در اینجا است هم در افقی دیده میشه چون سطح مایل است و هم در جانبی دیده میشه میبینین شما اینجا ما در اینجا همین رسم کردیم یا ما به رنگ سرخ مخطط میکنم به ترتیب ایره هچنگ میکنیم که اینی سطح هست که از بالا دیده شدم و به ترتیب میایم این سطح افقی ایره ایره به خلاف سطح هم به شکل دوستا قواعدی که هچنگ ما سر نوشته همه قسمت پاک میشن و نوشته ما باید معلوم شود پس در اینجا هم باید علمی کار تطبیق کنم در این سطحش میایم به زاویه 45 درجه باید به این سمت ما ایره خط کشی کنم به این شکل و به می ترتیب این سمت به زاویه 45 درجه
این عزیزان، ولی ما شما دانستیم، تصور کردیم یک نارنج است، به طور مثال سطح که قطع شده و سطح که در نمام در مجموع ما یک تصور دو مورد داشته باشیم که به کدام شکل دیده میشه. در نمای مقابل ما شما چی را میبینیم؟ در نمای افقی و به می ترتیب در نمای جانبی. شما این عملا میبینیم که در چی رقم به کدام شکل تحلیل کرده تانستیم قطع شد. در نمای مقابل یا فرانت فقط اینی سطح دیده میشه، به ترتیب دیده میشه که چقدر از این برداشته شده. و در نمای سایت ویو یا نمای جانبی ما شما چی را میبینیم؟ در نمای جانبی ما فقط این سطح که به رنگ سرخ مخطط شده و این سطح دیگر را میبینیم. و از بالا زمانی که دیده میشه، چون این سطح برش شده مایل است، هم در افقی دیده میشه و هم در نمای جانبی دیده میشه. پس دوستان، ما و شما رسیدیم به قسمت ختم این لکچر خود. البته نتیجه فاینال هم ما شما در اینجا ذکر کردیم، اینجا هم اومده و اینجا یک چند نمونه مثالای کارهای گرافیکی یا کارهای خانگی است که در کتابچه دوستا و مسئولین کار کردن. اینا را وارد اینجا به اقسام و شیموهای مختلف قطع صورت گرفته. مثلا یک قطع اینجا ما شما به شکل یک جری هم در کار داریم، وقتی از چی رقم رسم میشه، مثلا در اینجا به شکل نامر ای میه، در جانبی نامر ای، اما در مقابلی کانال یا دیده میشه. یا مثلا در اینجا برش هم بازم به شکل یک جری مربعی شده، مستطیلی در داخل کره شده، ای به کدام شکل است؟ پس شما میتونید این را ترسیم کنین و با خود پرکتیس کنین. در کل اصول و قواعد همش اما اصول و قواعد است که به خاطر دریافت نقاط در روی سطح کروی تطبیق میشه. دیگه هر قدر سوالات نویتش تغییر میکنه، تنوع پیدا میکنه، ای در حقیقت اونمو به حساب تفکر شما نیاز است تا بتانین او را تحلیل کنین که به کدام شکل مقطع را ترسیم کنین. و به می ترتیب رسیدیم در پایانی این لکچر خود و از توجه شما جهان سپاس. در رابطه با موضوعی که ما شما دریافت یا ترسیم مقاطع اجسام هندسی داشتیم، او را ما شما تمام کردیم و لکچر 11 انشالله پیرامون اتصالات است. میریم سر مبحث اتصالات صحبت میکنیم و به ادامه اتصالات بعدا موضوع رسم تکنیک مربوط هر رشته انجینری شروع میشه. یک یک لکچر به هر رشته ما شما میداشته باشیم. امیدوار هستم مفید و مؤثر واقع شده باشه. تا لکچر بعدی همه شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. ما را از دعای نیکتان فراموش نکنین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.